یکی دیگر از تغییرات وخامتباری که بعد از درگیری به بازی و سوداگری علائم هویتی در انسان حادث می شود، این است که رابطه خود را با وسعت زندگی از دست می دهد. انسان از یک طرف رابطه احساسی و ادراکی خود را با زندگی از دست داده و فکر خشک و بی‌محتوا بیشترین نقش و حاکمیت را پیدا کرده است، از طرف دیگر همین فکر تنها انسان را به عنوان طرف رابطه برگزیده و باقی زندگی و جریان‌های آن را کنار گذاشته است و علت این امر کاملاً واضح است. بعد از اینکه من درگیر مبارزه ارزش‌ها، علائم و تعبیرها شدم و آنها را وسیله نمایش، دفاع و مبارزه قرار دادم، تنها به انسان دل می‌بندم. نه، دل نمی‌بندم. تنها به انسان محتاج می‌شوم. تنها از انسان می‌ترسم. و چون از انسان می‌ترسم و در عین حال نیازمند به او هستم، بیشترین فکر و حواسم پیش اوست. مراقب و مواظب اوست. من باید مدام مراقب باشم تا نقاط ضعف او را کشف کنم و آنها را مورد ضربه و آزار قرار بدهم و در این حال باید مراقب باشم تا نگذارم او به نقاط ضعف من پی ببرد. انسان هویت فکری که درون خودش فقیر و تهی است، هر رابطه ای را تنها از دید چیزی گرفتن نگاه می کند و آن چیزی که باید بگیرد، یعنی ارزش، تنها در اختیار انسان است. همانطور که نشان دادیم، یکی از مهمترین کیفیت‌ها و محرک‌های نهفته در هویت فکری نوعی زرنگی و زیرکی است و انسان زرنگ و زیرک کسی است که بگیرد، زیرا در چیزی گرفتن است که انسان می‌تواند تصور زرنگ‌تر بودن از خود پیدا کند و زرنگ‌تر بودن تنها در رابطه با انسان موضوع دارد و مطرح است. وسائل و موضوعات زرنگ‌تر بودن در نزد انسان است و من باید آنها را از شنگ او درآورم. این جریان سبب می‌شود که هر موضوع، هر پدیده و هر چیزی که ظرفیت و امکان چیزی دادن به انسان را نداشته باشد، خود به خود از رابطه با او و توجه و علاقه او حذف شود و تنها به انسان بپردازد. من علاقه و توجهی به دریافت نور پربرکت خورشید ندارم. علاقه‌ای به زیبایی و طراوت آن درخت‌ها و سبزه‌ها ندارم، زیرا من فقط و فقط سوداگر ارزش‌ها هستم. از وقتی چشم زندگی و روابط گشودم، مهمترین، حیاتی‌ترین و رایج‌ترین کالای سوداگرانه‌ای که به من عرضه و معرفی کردند و مرا به آن مشغول داشتند، ارزش‌های تعبیری بوده است و تنها انسان است که می‌تواند با من وارد داد و ستد، رقابت و مبارزه این کالای حساس و حیاتی بشود. به طور کلی انسان است که دشمن و رقیب من است. انسان است که نسبت به من خشم دارد و من باید مواظبش باشم. من فقط از انسان می ترسم. من تنها به انسان نیاز دارم. بنابراین من باید فقط به انسان بپردازم. فقط باید با او در رابطه باشم. در این صورت هر چیز جز انسان خود به خود از رابطه من حذف خواهد شد. کتاب آگاهی، نوشته محمد جعفر مصفا.